خب دوستان، اطلاع میدن که خوشبختانه ارتباطمون با خانم زینت میرهاشمی وصل شده. سلام کنم خدمت شما خانم میرهاشمی عزیز. خوشحالیم که بالاخره تونستیم با شما ارتباط بگیریم. اجازه بدید که من سوال اول رو از خدمت شما بپرسم. همونطور که میدونید مدیر کل سازمان تامین اجتماعی رژه امروز اول مرداد خودش اومده بود، گفته بود که در یک سال گذشته 700 کارگر جان خودشون رو در سر سوانح کارگری از دست دادن. حالا سوال اینه که ذهن یک ناظر بیرونی ممکنه برسه اینه که علت این میزان تلفات بالا در نیروی کار که در ایران داره رخ میده چیه؟ خب من به شما و بینندگان عزیز درود میفرستم. ببینید، اولا که بگم این آمار درستی نیستش، به این دلیل که آمارهایی که رژیم میده همیشه میخواد به اصطلاح بگه که کمتر میده و حتی به تناقض داره، یعنی در بین خود نهادهای حکومتی هم این آمارها تناقض داره. بقیه آمارا هم همینطوره، یعنی هیچ آمارای اینا آمارهایی هستش ساختگیه. اما در مورد همین آمار فقط یک نکته با توجه وقتمون میگم. ببینید، معاون پزشکی سازمان پزشکی قانونی میگه که یه آمار داده که این آمار اصلا چندین برابر این آماریه که داده میشه که شما بهش اشاره کردید. این میگه 1900 نفر در جریان حوادث کار جانشون رو از دست دادن، یعنی فقط در سال 1401. شما میتونید این 1900 نفر رو، یعنی فوت کردن کسانی که دیگه دست و پا و نمیدونم دوچار حوادث دیگه شدن رو بذارین کنار، یعنی فقط فوت کرد و واقعا یه فاجعه هستش. یعنی در تعداد روزی حساب بکنید، تقسیم بر 365 روز بکنید در سال، ببینید چند برابر میشه، حدود 5 خورده میشه. ببینید، پس این در مورد آمار بیشتر از اینه. اما در مورد حوادث کار که مطرح شما مطرحه سوالتون، ببین یک بخشی میتونه مسئله ایمنی کار باشه و عامل انسانی باشه، یک بخشش هم مسئله چیز هست، ابزار کار هستش. توی این رژیم، توی قانون کار، ماده 85 قانون کار به این مسئله اشاره شده که حفظ و صیانت از نیروی کار وظیفه وزارت کار تعاون این هستش که اصلا رعایت نمیشه. به این خاطر که نیروی کار یعنی کارگر در این رژیم هیچ اهمیتی به جانش داده نمیشه، همونطور که به جان بقیه هم داده نمیشه. منتها در مسئله کار اینه هستش که یک ارزش اضافی تولید میکنه و اینا مسئلهشون ارزش اضافی هستش. مثل یک ماشینی میمونه که اینا برای اینا کارگر، مثل یک ماشینی میمونه که همینطوری ماشین رو بدون اینکه بهش بخوان برسن چیکار میکنن، ازش استفاده میکنن تا آخر برش دارن بندازنش توی مثلا اوراقی. اینا از اون جنبه که صاحب کار براش مسئله هست، فقط ارزش اضافی هستش، حتی میخواد در آینده هم براش ساختن نیست بلکه چپاول هستش، براش مهم نیست جون کار. پس این در مورد این. در مورد آمارایی هم که میدن، به میگه 80% خود همین وزارت تعاون کار میگه 80% عامل انسانی نقش داره. و اگر این آماری که خود اینا میگن، یعنی 20% ابزار کار نقش داره، به این دلیل که ببینید ابزار کاری که اینها به کار میبرن ابزاری در حقیقت استانداردهای کاری رو رعایت نمیکنه، ایمنی نیستش. بعد تو مسئله میگه 50% کسانی هستن که تو ساختمان، بخش ساختمان کار میکنن. حالا شما حساب بکنید که ما باید در این آمارها سوختبران، کولبران کسانی هستن که اصلا در این آمارها نمیگنجن و یا زیر کارگاه‌هایی هستن که اصلا در این جا نمیگنجن. اگه بخوام به طور کل بگم که چرا، به خاطر اینکه حتی عامل انسانیش وقتی یک کارگر امنیت کاری نداره، وقتی که از نظر تغذیه، یعنی تغذیه میشه فقط بتونه راه بیاد به کارش برسه، از نظر غذا، از نظر همه چیز، و اون استرس و ناراحتی که داره در موقع کار که و اینکه اصلا به حقوقش میرسه نمیرسه، همه اینا رو بذاریم عامل انسانی که واقعا نقش داره و بقیهش هم به قول خودشون 20% ابزار کاری هستش که اصلا براشون مهم نیستش بازرسی بکنن یا نکنن. این نشون میده که اصلا نیروی کار فقط برای اینا تولید ارزش اضافی هستش. بله خانم میرهاشمی، حالا با استانداردهای بین المللی کار این وضعیت تلفات نیروی کار در حاکمیت آخوندها چطور ارزیابی میشه؟
ببین اینا مقابل نامه های سازمان جهانی کار امضا کردن و هیچ کدومش رو رعایت نمی کنن. یکی این مسائل هم بازرسی کار هستش که نه خود رژیم اصلا یکی از انتقادهایی که خوش رو نمی کنن. از طرف دیگه هم با سازمان جهانی کار این بازرسی رو انجام بده و متاسفانه این سازمان جهانی کار این چیزهایی که رژیم را امضا کرده و رعایت نمی کنن رو اینها ندیده میگیرن دیگه، اینطوری بگیم. اما به اصلا قابل مقایسه نیستش استانداردهای کار و نیروی کار در ایران با کشورهای دیگه. مهمترین چیزش اینه که ببینید در ایران در زیر حاکمیت این ولایت فقیه خامنه‌ای ضحاک، اینطوری بگیم که اینا وقتی که فقدان تشکل‌های صنفی از جمله اتحادیه‌ها و سندیکا وجود نداره که حتی همین آمارهایی که اینا میدن بررسی کنن دنبالش رو بگیرن و بیمه های اجتماعی نیست برای این کسانی که این حوادث براشون پیش میاد، شامل همه نمیشه اینا، و این وقتی که تشکل‌های کارگری نیستش، از طرفی هم کارگر اعتراض میکنه شلاق میخوره به زندان افتاده میشه و یا کشته میشه یا خودکشی میکنه این شرایط، اینا رو اگه ما در مجموع بگیریم اصلا قابل مقایسه با این صحبتی که شما میکنید که بتونیم مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، با چیزهای دیگه، به اصطلاح قوانین کار دیگه، اصلا قابل مقایسه نیست و واقعا فاجعه هستش که همین حدی هم که خودشون اعلام میکنن. بله، درود بر شما خانم میرهاشمی، ممنون از حضورتون در برنامه امروز، وقتی گذاشتید و توضیحات که دادید. تشکر از شما.